ما قانون اصل نظام ما، قانون اساسی ما همه با همه پرسی و رفراندوم انجام گرفته. البته رفراندوم، ما کشور سوئیس نیستیم که 100,000 نفر در یک نامه امضا بکنن دولت مجبور بشه که رفراندوم برگزار کنه. روحانی دوباره از رفراندوم گفت. چرا در ایران حرف از همه پرسی هست اما در 30 سال گذشته هیچ رفراندومی برگزار نشده؟ این سوال را از یک استاد علوم سیاسی در تهران میپرسم. میزانی که رفراندوم میشد اوائل یا بعد، یعنی به خاطر ملاحظات داخلی بود، همچنان حکومت تثبیت نشده بود، به جاهایی بود که به اساس قضیه بر نمیخورد. ولی الان اگه انتظار میره که حاکمیت در ایران بتونه یک رفراندوم به پذیر برقید من از محالاته. امشب از دو تحلیلگر مسائل ایران میپرسیم با نبود عزم حاکمیت برای برگزاری رفراندوم، جای آن را چه چیزی پر خواهد کرد؟ در ادامه برنامه امشب، تخصیص ارز نیمایی برای واردات واکسن کرونا به ایران، آیا با بازگذاشتن دست بخش خصوصی مشکل تامین واکسن حل میشود؟ و ورود موسیقی به رادیو و شکل‌گیری برنامه گل‌ها در نگاهی به سرگذشت موسیقی ایران در 100 سال گذشته. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. همه پرسی کلمه ایست که پس از انقلاب 57 ایران زیاد شنیده ایم. معروف‌ترین رفراندومی که برگزار شد آری یا نه به جمهوری اسلامی بود که فردا سالگرد آن است. رئیس جمهوری ایران امروز هم یک بار دیگه گفته باید این اصل قانون اساسی رو احیا کرد و به سراغ رأی مردم و همه پرسی رفت. اما چرا نظام ایران در 30 سال اخیر به تمام کسانی که رفراندوم خواستند، چه بالاترین مقام اجرایی کشور، چه نمایندگان مجلس یا منتقدان و معترضان، نگفته؟ چرا در 3 دهه گذشته هیچگاه همه پرسی در ایران برگزار نشده، حتی در مواردی که لزوماً خطری برای مشروعیت نظام نیست و صندوق رأی ستونهای حکومت را نمی‌لرزاند؟ جای خالی این تعامل آرای مردم و حکومت را چه چیزی گرفته و بعد از این چه خواهد گرفت؟ در این مورد بیشتر حرف می‌زنیم. اول گزارشی از باران عباسی. راه حل مشکلات پیچیده در این کشور فقط اصل 59 قانون اساسی است. همه پرسی در جمهوری اسلامی برای حل و فصل دعواهای جناحی، خواسته ای که حسن روحانی بار دیگر تکرار کرده، 4 ماه مانده به پایان دولتش. اما قانون اساسی به ما گفته در مسائل مهم سیاسی، در مسائل مهم اقتصادی، در مسائل مهم اجتماعی، در مسائل مهم فرهنگی، گفته تو این 4 بخش اگر یک مسئله بسیار مهمی وجود داشت، اون وقت ممکنه قانونگذاری دیگه از طریق مجلس شورای اسلامی نباشه، قانونگذاری از طریق همه پرسی باشه. همه پرسی مد نظر حسن روحانی اما درباره اختلاف نظرها در چهارچوب جمهوری اسلامی است، نه ماهیت این نظام. سبز آری، قرمز نه. هر کدوم فروردین 58، اولین رفراندوم بعد از انقلاب، رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی، مفهومی مبهم برای بسیاری. دلم خیلی می‌خواد شرکت کنم ولی هنوز از محتوای جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعی ندارم. برای بعضی دیگر به معنای رأی به آزادی و برابری. من به عنوان یک زن زرتشتی به جمهوری اسلامی رأی دادم با آرمان و آرزوی این که با وجود اینکه زن هستم و زرتشتی هستم، مطابق یک مرد مسلمان از کلیه حقوق و مواهبی که در جمهوری اسلامی به افراد ایرانی داده میشه بهره مند بشم و بسیار. 42 سال گذشته و امید دستیابی به چنین آرزویی حالا با خواسته برگزاری رفراندومی دیگر گره خورده. خواسته ای که تحققش بعید به نظر می رسد. در پی همه پرسی سال 1368 در اوایل رهبری آیت الله خامنه ای و اضافه شدن اصل 177 به قانون اساسی، اصلی که میگوید اسلامی، شیعه و جمهوری بودن نظام و ولایت مطلقه فقیه تغییر ناپذیر است. ما از روز اول
طرح ارائه کردیم. برگزاری همه پرسی حتی اگر تنها برای حل اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی باشد نیازمند اجازه رهبر است، کسی که از رفراندوم استقبال می کند، البته اگر برای مردم فلسطین باشد. ما گفتیم آقا امروز دموکراسی و مراجعه با آراء عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است دیگه که همه دنیا هم قبول داره. بسیار خوب، برای تعیین نوع حکومت کشور تاریخی فلسطین مراجعه کنید به افکار عمومی مردم فلسطین، یه رفراندوم را بندازید. آیت الله خامنه ای در عوض انتخابات را همسنگ همه پرسی می داند. مردم کشور پای صندوق های رأی رفتند، یک رفراندوم 40 میلیونی به نفع نظام جمهوری اسلامی. این در حالی است که انتخابات در ایران با معیارهای دموکراتیک فرسنگ ها فاصله دارد و تعیین بالاترین مقام کشور با قدرت مطلق و مادام العمر هم با انتخاب مستقیم مردم نیست. این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ چه حقی داشتند ملت در اون زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کند؟ چنین استدلالی سالهاست درباره حکومتی که آیت الله خمینی خود بنیان گذاشت تکرار می شود. در تازه ترین مورد بیش از 100 کنشگر سیاسی و مدنی از داخل ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار پشتیبانی این نهاد از تلاش‌ها برای گذار مسالمت‌آمیز به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک شدند. از راه یک همه پرسی ملی با نظارت شورای امنیت سازمان ملل. بیایید با پیوستن به کمپین نه به جمهوری اسلامی و نرفتن خواسته ای که در کنار کارزار نه به جمهوری اسلامی جانی دوباره گرفته، کارزاری برای همبستگی مخالفان با حضور 100 نفر از فعالان سیاسی و مدنی تا هنرمندان و ورزشکاران، کسانی که برای ریختن رأیشان به صندوق‌ها 12 فروردین دیگری می‌خواهند. رأی ما سرنگونی. باران عباسی، بی بی سی. پیش از برنامه گفتگوی داشتم با حاتم قادری، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، و از او پرسیدم چرا برای حاکمیت در ایران رفراندوم تبدیل به تابو شده. ببینید، قبل از انقلاب آقای خمینی وقتی که در فرانسه بودن یک مقدار حرفای دلبرانه می زدن، بیشتر برای اینکه ایرانی ها جذب جمهوری اسلامی بشن. مثلا وقتی ازشون پرسیدن جمهوری منظورتن جمهوری چیه، اشاره به فرانسه میکرد، میگفت یه چیزی شبیه این. وقتی ایران اومدن در بهشت زهرا، همون در بد به ورود، یه جمله خیلی مهم گفتن. گفتن که فرض کنید پدران شما به قانون اساسی مشروط رأی دادن، ولی فرزندانتون نمیخوان، حق دارن که به یک مجموعه دیگری رأی بدن. ولی حقیقت چیزایی که آقای خمینی میگفت من اشاره کردم بیشتر صحبت‌های بیرونی و دلبرانه بود، ولی وقتی بخوایم به کنه قضایی برگردیم همون نکته بود که زمان آقای ریاست جمهوری آقای خامنه ای گفتن. این وقتی صحبت از قدرت دولت شد و بحث ولایت مطلق فقیه شد، گفتش دولت میتونه خیلی چیزای اسلامی را حتی تعطیل کنه. اگه بدیم معنی بخوایم نگاه بکنیم، خب این حرفیست که بنیه اونه، یعنی اون اولی ها را نبود خیلی اهمیت بدیم، اونا برای دلبری بودن. اگه بخوام بهتر ببینیم، من یک تعبیر رو به کار ببرم، یعنی برای که بدونیم کنه قضیه چگونه است و حاکمیت جمهوری اسلامی و مقام ولایت به مردم چگونه نگاه میکنم، باید این چیزی که بیشتر در مراسم مدعاها و رسوخانها گفته میشه رو که بدون رتوش هم هست، یعنی خیلی پوسکنده و برهنه گفته میشه، عقیده من شکل مطلوب برای اینها اینه. یعنی وقتی که نگاه میکنن میخوان روزه بخونن، در رابطه با امام و مردم رابطه برقرار بکنن، عموما خطابشون بر اینه که مردها غلامن و زنها کنیزن، یعنی غلام و کنیز این امام هستن یا فاطمه هستن یا دیگران هستن. حقیقت در غیاب امامان که ولایتی همچین نقشی رو داره، یعنی ولایت ای بخوام بگم برهنه بگم، مردم دوست داره که مردها غلام باشن، زنها کنیز، در یه همچین وضعیتی که امکان رفراندوم وجود نداره. این اصلا مردم ایران در مقام و شأن شهروندی و انسان شهروند نیستن. اگر هم می‌بینیم که نمیتونن به این خواسته بنیادی خودشون برسن، با
به خاطر بخشی از ملاحظات داخلی هست، بخشی از ملاحظات خارجی هست. ولی بن قضیه همینه که من اشاره میکنم. مثلا وقتی ما میگیم ولایت فقیه، یعنی این ولایتی که پیدا میکنه دیگه برای دیگران حق رأی نمونه. میزانی که رفراندوم میشد اوایل یا بعد، یعنی به خاطر ملاحظات داخلی بود، همچنان حکومت تثبیت نشده بود، به جاهایی بود که به اساس قضیه بر نمیخورد. ولی الان اگه انتظار میره که حاکمیت در ایران بتونه یک رفراندوم به پذیر وقت من از محالاته. بنابراین شما حتی همین انتخاباتی هم که به هر حال داره الان برگزار میشه، اون رو هم فکر میکنید که به نوعی موافق هستید با آقای روحانی که میگه عملا انتخابات تقریبا بی اعتبار شده به خاطر اینکه ما رفراندوم رو نمیپذیریم؟ چون رفراندوم به نظر میرسه یک قدمی فراتر از یک انتخابات معمولی است که هر 4 سال یک بار برگزار میشه. ببینید، من عقیده شخصی رو دارم میگم، شاید عده‌ای با من موافق نباشن. عقیده من آقای روحانی اون حرفش دروغه. یعنی ایشون میدونه که حاکمیت نمیپذیره، داره برای خودش کارنامه درست میکنه که بعدا بگه من حرفو گفتم. دولتی که ما الان داریم تو این 42 ساله شاید بی‌هویت ترین دولتی بوده که روی کار اومده و مجموعه وزرا و خود ایشون یک مجموعه از کومیک تراژیک رو تشکیل دادن. خود ایشون و ظریف با خنده هاش، اون وزیر جوان با حرکاتش، اینا قسمت کومیکن، بقیهشون هم تراژیکن یا آمیزه ای از اینه. برای همین من فکر میکنم آقای روحانی از ته دلش موافق رفراندوم نیست و اینم که میگه بیشتر یه مانور بخواد انجام بده. نه، ایشون اگه رفراندوم باشه اصلا ایشون سر کار نمیتونست بیاد، اصلا موضوعیت پیدا نمیکنه. و خب این انتخابات هم بگیم، انتخابات هم واقعا سوری است. این مجلسی که ما الان داریم مجلس کاملا فرمایشی است دیگه، و چون امکان در واقع جابجایی قدرت در رأس نظام میره، قطعا انتخابات به سمتی میبرن که بتونن مهار شده باشه و تحت اختیار. دقیقا در زمان این صحبت ها داره مطرح میشه که کمتر 3 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری و نگرانی ها بر سر این که بسیاری ممکن هست که پای صندوق های رای نرن. در چنین شرایطی جامعه به نظر شما به کدوم سمت میره؟ در شرایطی که عملا حرف مردم از صندوق رای بیرون نمیاد. ببینید، من نظرم باز دارم میگم، من فکر میکنم جمهوری اسلامی در بهترین حالت هلوهوش 10% آرای واقعی و شبه واقعی رو داشته باشه. بقیه آرایی که داده میشه یا باطله هستن یا ترس اینه که کاندیدای مخوفتری نیاد یا در واقع نوع فریبی که ممکنه بخورن احساساتی بشن یا حتی ایده با این استدلال میرن که بالاخره نوع مشق دموکراسی است. یعنی به این معنا میرن. ولی اگه فکر میکنیم انتخابات چون انتخابات موثر و برنامه سازی هست، من چون این تصوری رو در واقع ندارم. میگم چون احتمال گردش قدرت هم وجود داره، به سمتی میرن که بهت اصلا مجلس بر هم یه دست کردن، یعنی با یه کیفیت نازل و این وضعیت دولت و انتخابات هم چه حالتی خواهد بود. در این حال انتخابات از این جهت مهمه که میتونه ویترین نظام باشه. یعنی اگه بتونن ویترین پروبار کنن یا به تعبیری که من ابتدای گفتگون به کار بردم دلبرانه بکنن، ازش استقبال میکنن. ولی دلبری نباید، انتخاب نباید به بن نظام برسه. در اونجا گروهی که در واقع سرسختانه اون هسته صلب قدرت تشکیل میدن مقاومت میکنن و همه امکانات هم برای مخالفت و مقاومت رو دارن. فکر میکنید جامعه به بن‌بست رسیده به لحاظ سیاسی؟ ببینید، یه اتفاقی که افتاده، یعنی با توجه به نظریه ولایت، من فکر میکنم سیاست شما رشتمه، یعنی حداقل فلسفه سیاسی رشتمه، میدونم چی دارم میگم، یک عرض عریضی است، یعنی خیلی پهناور و گسترده است. ولی آقای خامنه‌ای و گروه های در واقع نزدیک بهشون سیاست کاملا نه تنها در اختیار خودشون گرفتن که تبدیل به نوعی مسئله شخصی کردن. یعنی این بحثی که راجع به فرجام هست یا بحثی که راجع به آمریکا و دیگران دارن، وقتی که امر مسئله شخصی بشه، خانه‌ها دیگه جامعه با سیاست اداره نمیشه. این حرف اول همون حرف ولایته و بقیه باید یه گناهی خودشون رو تمکین بکنن. من بارها گفتم، یعنی چند سال آشکارا گفتم، که در ایران سیاست ورزی و اداره امور بر اساس سیاست تقریبا در محاق رفته. چیزی که از زور هست، دروغ هست، فریب هست و اخیراً هم به شدت فوتبال درمانی رو دارن در واقع این کار رو انجام میدن. و این چیزی هم که آقای روحانی میگم، اگه بتونن ویترینشون رو پر کنن استقبال میکنن. و
حالا اگه بخواد اصالتی داشته باشه انتخابات نیست. مردم ایران مشکلشون الان اینه که من شاید خوششون نیاد، این مقدار کیفیت ما کیفیت مناسبی نیست. یعنی حقیقت ما صدا اندی سال از مشروطه داره میگذره و در این مدت میبینیم مرتب دچار خودکامگی هستیم، مرتب دچار تصمیم گیری از بالا هستیم، قدرت ها در اختیار یه نفر یا گروه اندکی جمع میشه و فاصله مون با دنیا خیلی زیاد شده. در یک وقت منطقه بحرانی هم سر میکنیم و اون کیفیت لازم رو برای که بتونیم این پوشش رو بدیم، رون شده صورت بدیم، از خودمون نشون ندادیم. یک مشکل دیگه هم که هست، من با خود بی بی سی هم چند بار صحبت کردم، امکان فروپاشی اجتماعی هم هست. یعنی وقتی یک وفاق عمومی نتونه حداقل یک تعریف کلی شکل بگیره از یک منافع ملی و یک هوشیاری و یک دلالتی که آدم‌ها رو بتونه بگه در کنار هم بتونیم زندگی بکنیم و از اون طرف خواستای تجمیع شده خیلی باشه، وقتی که قدرت دچار فتنت و شکاف بشه، بعد این خواستای تجمیع شده میتونه به یک بحران بسیار بسیار فراگیر و جدی بدل بشه. من به نظرم میاد یعنی با این شرایط مردم ایران باید خوب بیشتر بیاندیشن. اونایی که کنشگر سیاسی هستن، من فکر میکنم اگه بر سه چیز اجماع بکنن، حالا کوتاه یا مدت، بالاخره میتونن برون شدشون صورت بدن. یکی اینکه یک ناسیونالیسم در واقع انسانی دوستانه، ناسیونالیسمی که جویای صلح در جهان باشه، ماجراجویی نکنه، متحدین میشه بشار اسد و طالبان و نمیدونم اینا رو پیدا نکنه. یکی عدالت بنیادی گسترده، یعنی هم از عدالت اقتصادی، جنسی، سیاسی، محیط زیست، قومیتی، چون ما اصلا بسیار مشکل داریم در قومیت ها. یکی هم آزادی های بنیادی، یعنی اونایی که دست در کارن، کنشگر سیاسی هن یا آگاهی بخشن، بقیده من باید در مورد این سه نکته اجماع بکنن، نیروهاشون، اهدافشون، پیرامون این. اگرم قراره در انتخابات شرکت بکنم، باید انتقادی شرکت بکنم، مشارکت کاملا انتقادی شرکت بکنم. بیزه ندن که آرایشون نوعی بهره کشی ازشون بشه، دوره ویتین پروپیمون باشه و از اون طرف همین وضعیتی که ما شاهدش هست. حاتم قادری بود، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با ما. اما برای بحث بیشتر در این مورد، رامین پرهام به ما پیوسته، نویسنده از پاریس، و همینطور علیرضا ناورحقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو. آقای ناورحقیقی اجازه بدید با شما شروع بکنیم. آقای روحانی رو میشنویم که سالی یک بار، گاهی اوقات دو بار راجع به رفراندوم صحبت میکنه و بعد میگذره همه چیز، و بعد از اون طرف میدونیم که آقای خامنه‌ای نظرش در مورد رفراندوم این هست که هر انتخاباتی یک رفراندومه. در چنین شرایطی چرا آقای روحانی واجب میبینه که اصلا صحبت از رفراندوم بکنه؟ با سلام خدمت شما جناب آقای دکتر پرهام و بینندگان محترم. ببینید آقای روحانی یه سیاستی داره، به هر حال اگه دقت کنید در 42 سال گذشته همیشه تو بلوک قدرت بوده، از مزایای بلوک قدرت بهره مند شده، در نهایت میخواد به چه اجتماعیش هم انجام بده. ایشون شما شعارهای انتخاباتش هم همینجوری بوده، تحریم رو برمی‌داریم، بخش نظامی دیگه در امور سیاست خارجی نخواهد دخالت کن. در مورد رفراندوم هم حالا 7-8 بار در دورهای اول و دوم صحبت کرده، ولی هیچ اقدام عملی انجام نمیده. این در حقیقت در مورد مسائل اقتصادی هم همینجوری، یه جلسه با کارشناسان گذاشت، 5 دقیقه باهاشون صحبت کرد، تموم کرد. همه چی فرمول خودش کرد. بنابراین اعتقادی به رفراندوم نداره، اونطور که حاتم قادری میگفت. ببین آقای روحانی کلا دیدگاهش توی همیشه مسئلهش در دیدگاه ساختار قدرت بوده، یکی از مسئولین تصمیمی در حوزه امنیتی بوده، در همه موارد اصلا مخالف این نظر بوده و واقعا در بسیاری از موارد هیچگاه متناسب با اینی که جامعه چی میخواد فکر نکرده. همیشه سعی کرده که در بلوک قدرت به گونه ای صحبت کنه که جلب نظر رهبری کنه. در دوره آقای خمینی یه جور برخورد میکرد، موقعی که آقای خامنه ای اومد شیفت کرد از آقای خمینی کاملا به آقای خمینی، که خب خیلی از این رو فرمودین. به نظر شما اونطور که آقای خامنه ای میگه هر انتخابات در ایران یک رفراندومه؟ ببینید به هر حال هر نوع انتخاباتی میتونه وزن رابطه نظام با جامعه رو نشون داد، ولی به هر حال انتخابات در ایران میدونید با معیارهای سازمان ملل انتخاباتی نمیشه گفت آزاد و عادلانه است، ولی به هر حال انتخابات نشون داده که درسته اون معیارا رو نداره، ولی قطعا تاثیر داره. من برخلاف آقای حاتم قادری معتقدم هر بخش کوچکی تغییر در ساختار سیاسی میتونه تاثیرات بنیادی بذاره
در کل سیستم. تأثیرش فوری نیست ولی تأثیرش بنیادی است. تغییرات بدعی میتونه تغییرات بنیادی ایجاد کنه. حالا این میتونه از مسئولیت یه آدمی در حوزه دیجیتال باشه، این میتونه در انتخابات ریاست جمهوری باشه، یا حتی ایجاد یک دیسکورس و یک گفتار در حوزه سیاسی اجتماعی فرهنگی. معتقدی که همچنان گفته میتونه ایجاد یک گفتمانی بکنه. ببینید جامعه مقاومتش. اجازه بدید نظر آقای پرام رو هم بشنویم، برمیگردیم به شما. آقای پرام نظر شما چیست؟ اولا با سلام به شما و ممنون از دعوتتون و با سلام به جناب دکتر حاتم قادری از تربیت مدرس و جناب نامور حقیقی. واقعا جناب قادری تمام اون چیزهایی که باید گفته بشه در این زمینه گفتن. میدونید اشارهشون به معضل اساسی ایران از مشروطه تا به امروز که به نظر من جدال سیاسی 100 ساله اخیر ایران جدال مشروطه با مشروعه بوده. از 42 سال پیش به این سو هم مشروعه قدرت مطلق رو داره. ایشون اشاره کردن به درستی به بی‌هویت ترین دولت در تاریخ معاصر ایران، دولت کنونی، از 42 سال پیش به این سو. ما یک مشکل بنیادین با همین مسئله هویت داریم، با همین اصل 177 که در رپورتاج بسیار خوبتون بهش اشاره کردید که اسلامی است، شیعه اثناعشری است و الالعبد هم هست و تغییر ناپذیر هم هست. اونجور نیست. من ایرانی هستم و خواهان یک دولت اسلامی و شیعه اثناعشری در ایران نیستم. ایشون اشاره کردن به ضرورت بازگشت به یک نوع ناسیونالیسم انسان دوستانه در تمایز با اون چیزی که در اروپا در قرن 20 فجایع آفرید و چیز یک نوع میهن دوستی من روی کرد به منافع ملی ناسیونالیسم، منتها انسان دوستانه نه نژادی و چیزهای دیگر. ایشون اشاره کردن به عدالت گسترده، به آزادی های بنیادین، به شرایط برگزار کردن یک رفراندوم سالم. به نظر شما حاکمیت جمهوری اسلامی این شرایط رو برای برگزاری یک رفراندوم اصلا داره یا نه؟ نه نداره. به خاطر همین میگم اشاره ایشون به یک دو بار سه بار اشاره کردن در صحبت های بسیار درستشون به اینکه یک همه پرسی، یک رفراندوم یا انتخابات باید سالم بشه. ببینید فقط من یک اشاره به یک نکته میکنم. صرف نظر از نظارت استصوابی در انتخابات به طور کلی، صرف نظر از اون اصل 177، صرف نظر از اصل ولایت که تصمیم گیر اصلی است، ببینید یک انتخابات سالم در برای منی که با بالاخره با پیشرفته ترین و با ثبات ترین دموکراسی های دنیا آشنایی اندکی دارم در اروپا و آمریکا، شما یک فرایند ثبت نام رای دهنده دارید که بهش میگن ووتر رجیستریشن. این برای اینه که در ابتدای قضیه شما بتونید جلوی تقلب رو بگیرید. هر رای دهنده ای ثبت نام کرده، کارت رای دهنده داره، نمیتونه بره توی حوزه دیگه رای بده با اتوبوس یا هر چیزی. شما یه همچین فرایندی رو اصلا در ایران ندارید. ووتر رجیستریشن شما در ایران ندارید. همون روز اخذ رای احراز هویت میکنن موقعی که میخواید رایتون رو بدید به صندوق. شما یک بخش نامعلومی، گزارش های همین چند ماه اخیر، از جمعیت کل ایران شناسنامه اصلا ندارن. مثلا در چابهار میگویند 30% کل مردم چابهار اصلا شناسنامه ندارن. آقا بمانیم بحث رو یه مقداری متمرکز تر کنیم روی همین بحث رفراندوم که میخواییم بیشتر بهش بپردازیم. آقای نامور حقیقی، بسیاری معتقدن که برگزاری رفراندوم اصلا در ایران امکان نداره در حال حاضر و حاکمیت هم هیچ علاقه به برگزاری اون نداره. در چنین شرایطی رابطه بین حاکمیت و مردم به کجا کشیده میشه؟ ببینید تو سیاست نمیشه بگیم امکان نداره، همه چی میتونه امکان داشته باشه. این برمیگرده به رابطه توازن قدرت. ببینید موقعی که برحال حکومت تحت فشار نباشه، علاز اجتماعی، علاز بین المللی، و احساس کنه که میتونه همین روندی رو که الان داره که میتونه سیاست‌ها رو پیش ببره، هزینه‌ها رو بار جامعه کنه، خب میتونه پیش ببره. ولی موقعی که تغییرات اتفاق بیفته یا مقاومت اجتماعی ایجاد بشه یا
فشار بین‌المللی زیاد بشه، خب موقع ممکنه تغییراتی در سازوکار خودش بده. ببینید چند تا موضوع الان قفل کرده جامعه رو حداقل به طور موقت. ببینید مسئله غنی‌سازی، غنی‌سازی الان تا حالا 2000 میلیارد دلار خسارت خورده به ایران. این بیشتر از رابطه ایران و چینه که کل 400 میلیارد دلاره. در مورد غنی‌سازی معلوم نیست که خود سازمان انرژی اتمی میگه ما کلا تونستیم بر اثر نیروگاه بوشهر که راه انداختیم 75 میلیون بشکه صرفه جویی کنیم، در حالی که ما حداقل در 19 سال گذشته روزی 1.5 میلیون بشکه کمتر فروختیم و کل صرفه جوییشون 4 میلیارد دلار بوده. خب ببینید در مورد همچین موضوعی جامعه هیچ نقشی نداره، برای که کل ثروتش، کل آیندهش در خطر این نوع تصمیم گیریه که خطراتش روزانه شما خب در شرایطی که حاکمیت برای تصمیمات به این بزرگی هیچ وقت به رأی مردم رجوع نمی‌کنه، پس چطور فکر می‌کنید که ممکنه؟ ولی اگر من معتقدم برخلاف آقای قادری که همه چی میگه نمیشه، نه ببینید شما همه امکانات میگم شما نیروی جامعه ایران پوست انداخته. الان نیروی تحصیل کرده ایران با سال 60 دهه 60 کمپلت فرق کرده، جامعه به لحاظ فکری تغییر کرده، گروه های سنی تغییر کردن، نسل دوم حتی بچه های همین حکومتگران هم تغییر کردن، شرایط بین‌المللی تغییر کرده، فضای رسانه‌ای تغییر کرده. یعنی شما در صدم ثانیه اطلاعاتی میگیری که در دهه 60 یک سال بعد ما میفهمیدیم، دو سال بعد میفهمیدیم چه اتفاق افتاده. بنابراین اینا مجموعه هایی رو ایجاد کرده که جامعه میتونه فشار بیاره از طریق همین امکاناتی که داره، حتی با کم هزینه ترین روش حکومت رو وادار کنه که تغییراتی بده. به نظر من این تغییرات میتونه در گفتمانایی که گروهای صنفی ایجاد میکنن یا حتی در همین گروه های اجتماعی، تو گروه های اجتماعی این تبادلی که صورت میگیره شما میبینید تغییر گفتمانی صورت میگیره. شما همین گفتگوهای کلاب هاوس رو نگاه کنید میبینید کلی از جامعه حتی گروه های اصولگرا تغییر گفتمان دادن. پس بنابراین میان و صحبت میکنن افتاده و من معتقدم که اگر این فشار اجتماعی تداوم پیدا کنه حتی کوچک مجبور میشه حاکمیت تغییر کنه، برای که هم نمیتونید شما هم با نظام بین‌المللی در بیافتید، هم با جامعه در بیافتید و هم دائما شاهد ریزش نیروهای حامیتون باشید که طبیعتا نیروهای حامی سیستم به طرز نسبتا زیادی تغییر کرده و از همه مهمتر سیستم جمهوری اسلامی برخلاف سیستمای مثل چینا حتی کارآمدی نداره که بتونه منابعش رو در مسیر توسعه به کار ببره. همه اینا باعث میشه که موقعیتش تضعیف بشه و در یه نقطه مومنتومی، اون نقطه مومنتومی است که مجبور به یه تغییراتی میشه. رفراندوم هم میتونه یک از اون تغییرات. اگر درست فهمیده باشیم عملا شما معتقدین که در همین قالب میشه تغییر ایجاد کرد بر اساس فشار اجتماعی. آقای پرام نظر شما چه هست، موافقید با این؟ ببینید آقای حاتمی قادری به فروپاشی اجتماعی اشاره کردن که باز به نظر من بسیار درسته و این فروپاشی اجتماعی میتونه از توش یک فجایع بزرگی بیرون بیاد و تمام مسئله بر سر این است که ببینید ما یک جدال 100 ساله مشروطه با مشروعه داشتیم، همچنان که گفتم همکنون با یک دولت مطلقاً مشروعه و بی‌هویت سر کار داریم که به مانع اصلی رفاه و عادی‌سازی زندگی در ایران تبدیل شده. این مانع رو باید از راه برداشت. ما دو راه بیشتر نداریم که به طور کلی، یا این مانع رو با هزینه بالا برمی‌داریم یا با هزینه هرچه کمتر. خب اندیشه و تفکری که آقای قادری بهش اشاره کردن باز به صورت کاملا درست حکم میکنه که این رو با هزینه هرچه کمتر برداریم. هرچه بیشتر این به درازا بکشه بیشتر به طرف فروپاشی اجتماعی و فجایعی که از اون فروپاشی میتونه بیرون بیاد خواهیم رفت. ببینید وقتی که شما شرایط مادی، شرایط فنی، تکنولوژیک، شرایطی که اشاره کردم بهش، بخش‌هایی از کشور مخصوصا در مناطق مرزی درصد نامعلومیش اصلا شناسنامه ندارند، شما یک فرصتی نیاز دارید. مثلا بگیم برای بحث امروز یک سال فرصت، همون یک سال معروفی که آقای بختیار 42 سال پیش بهش اشاره کردن، گفتن یک سال به من وقت بدید که من شرایط یک رفراندوم رو در کشور فراهم بکنم و
رفراندوم برگزار بکنید. خیلی خوب، شما شرایط یک انتخابات وقت زیادی نداریم، سریع تمام بفرمایید صحبتتون. چشم، شما شرایط یک انتخابات سالم و بدون تقلب، بدون تقلب رو در ایران فراهم بکنید. در این مدت نیروها و شخصیت‌های سیاسی بتونن وارد یک بحث بنیادین بشن در رابطه با ایران و آینده ایران، و رفراندومی بگذاریم معنیدار با در شرایط سالم جمهوری اسلامی آری یا نه. بسیاری از بزرگترین مانع رفاه کشور و سربلندی کشور میتونه با یک همچین رفراندومی حل بشه و ما مانع بزرگ را سر راهمون برداریم. ممنونم. شرایط خود آماده بشه. ممنونم شما را. امیر فرهام نویسنده و عریضا نامبرحقی تلگر مسائل سیاسی ایران با ما. وزیر خارجه آمریکا میگوید اوضاع حقوق بشر در خیلی از نقاط دنیا در جهاتی خلاف آنچه که باید حرکت میکند. آنتونی بلینکن در سخنرانش به مناسبت انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضع حقوق بشر در دنیا، به خصوص از اوضاع حقوق بشر در میانمار، چین و سوریه ابراز نگرانی کرده. در این گزارش گفته شده که نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران حالا نه تنها ایرانیان که مردم عراق، سوریه و یمن را هم شامل میشود. کسرا ناجی گزارش میدهد. وزارت خارجه آمریکا دیشب گزارش سالانه‌اش را درباره وضع حقوق بشر در جهان منتشر کرد. گزارشی که به قول وزیر خارجه این کشور نشان از وخامت بیشتر وضع حقوق بشر در دنیا دارد، به خصوص در میانمار، چین و سوریه. حرکت در مسیری خلاف آنچه که میباید. در برمه معترضانی که به طور صلح‌آمیز به خیابان آمده بودند به ضرب گلوله نیروهای نظامی کشته شدند، از جمله بیش از 100 نفر که تنها روز شنبه کشته شدند در روز نیروهای مسلح. ارتش از قبل اعلام کرده بود که ممکن است معترضان را از پشت یا از ناحیه سر هدف بگیرد. در میان کشته شدگان 5 کودک هم بودند که یکی از آنها تنها 5 سال سن داشت. وزیر خارجه آمریکا گفت با انتشار این گزارش آمریکا علیه چین یا روسیه یا کشورهای دیگر موضع نگرفته است. در دفاع از حقوق بشر ایستاده است و یک نظام جهانی بر اساس احترام به قانون. بعضی از کشورها خواهند گفت که آمریکا حق ندارد از وضع حقوق بشر آنها انتقاد کند، چون آمریکا مشکلات خودش را دارد. بله، روشن است که ما در آمریکا کارهای زیادی داریم که باید انجام بدهیم، از جمله رفع نابرابری‌های عمیق در جامعه، نژادپرستی نهادینه شده. ما این مشکلات را پنهان نمی‌کنیم، با آن با شفافیت برخورد می‌کنیم و این چیزی است که ما را از این کشورها متمایز می‌کند، دموکراسی را از دیکتاتوری. گزارش وزارت خارجه آمریکا 68 صفحه را به اوضاع وضع حقوق بشر در ایران اختصاص داده و میگوید گزارش‌های بیشماری از کشتارهای فراغذایی دریافت کرده، از شکنجه در زندان‌ها، از وضع غیر انسانی در زندان‌ها، از وجود صدها زندانی سیاسی، محدودیت‌های جدی آزادی بیان، مطبوعات و اینترنت، از اذیت و آزار روزنامه‌نگاران در داخل و خارج کشور، از فساد گسترده در همه سطوح، از خشونت علیه اقلیت‌ها و از مشکلات جدی در استقلال قوه قضاییه کشور. در این گزارش گفته شده ایران هیچ گونه تحقیقی را درباره چگونگی کشته شدن معترضان در گوش و کنار کشور در نوامبر 2 سال پیش آبان 98 انجام نداده و پاسخگو نبوده. این گزارش تعداد کشته شدگان آن اعتراض‌ها را دست کم 304 نفر ذکر کرده، همان تخمین عفو بین الملل. گزارش وزارت خارجه آمریکا میگوید نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران حالا نه تنها مردم ایران که مردم عراق، سوریه و یمن را هم شامل می‌شود. در عراق از طریق حمایت از گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران، در سوریه از طریق حمایت از بشار اسد و حزب الله در سرکوب مردم، و در یمن از طریق حمایت از حوثی‌ها. اوضاع رو به وخامت حقوق بشر در ایران حالا اتحادیه اروپا را هم به حرکت درآورده. اتحادیه اروپا قرار است تعدادی از ایرانیانی را که میگوید در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشتند تحریم کند. 8 نفر از فرماندهان بسیج و پلیس و 3 سازمان دولتی که اسامی آنها قرار است هفته آینده اعلام شود. تحریم به واسطه حقوق بشر برای اولین بار از سوی اتحادیه اروپا طی 7 سال گذشته. کسرانجی بی بی سی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته از شنبه بخش خصوصی اجازه دارد با استفاده از ارز نیمایی واکسن وارد کند. مقام‌های بهداشتی ایران گفتند تا پایان هفته اول فروردین فقط نزدیک به 700 هزار دوز واکسن کرونا در ایران توزیع شده و تنها 161 هزار دوز به شهروندان تزریق شده. سوال اصلی اینه که این تصمیم آیا به کمبود واکسن در ایران کمکی خواهد کرد یا نه؟ کاوه مشکات گزارش میده. در چارچوب واکسن هایی که وزارت بهداشت در ما مشخص کرده و معین کرده، هر بخش خصوصی با عرض نیمایی میتونه واکسن رو وارد کنه بیاره. رئیس جمهوری ایران با دادن مجوز واردات واکسن به بخش خصوصی احتمالاً قصد دارد مشکل کمبود واکسن کرونا را حل کند. بخش خصوصی با ارز نیمایی که قیمت امروز آن 22900 تومان بود میتواند واکسن وارد کند. تصمیمی که ممکن است پای واکسن کرونا با چند برابر قیمت را به اینجا باز کند. علم اقتصاد به ما میگه احتمالاً بازار سیاه الان هم شکل گرفته و اتفاقاً از سهمیه همون کادر درمان یا گروه‌های در معرض خطر نشتی داده به اون سمت. چه بهتر که با وارد کردن قانونی واکسن به قیمت بالاتر لااقل این تقاضای بازار سیاه را از اینجا تامین نکنیم. به نظرم اگرچه واقعا تردید وجود داره که این واردات چقدر عملی بشه، ولی اصل تصمیم اشتباهی نیست و بازم تاکید میکنم این واردات یا تزریق واکسن مطلقا نباید با فرایند واکسیناسیون عمومی قاطی بشه. 100 هزار دوز دیگر واکسن اسپوتنیک وی در راه تهران، 400 هزار دوز از همین واکسن هم قبلا فرستاده شده بود، ولی این مقدار واکسن تنها پاسخگوی بخش کوچکی از افراد سالمند و حتی کادر درمان خواهد بود. مسئولان بهداشتی ایران از جمله مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا کندی واردات واکسن را به گردن تحریم ها و کمبود واکسن می اندازند. وقتی قرار باشد ما واکسن کرونا را از سایر کشورها تهیه کنیم، قطعا نمی توانیم نیاز کشور را به سرعت تامین کنیم، چرا که اکنون همه کشورهای تولید کننده به واکسن های خود نیاز دارند و بخش کمی از واکسن های تولیدیشان را در اختیار سایر کشورها قرار می دهند. دولت ایران میگوید کادر درمان و افرادی با بیماری‌های زمینه‌ای و مسن در اولویت دریافت واکسن هستند و معلوم نیست چه زمانی نوبت واکسیناسیون سایر گروه‌ها در ایران خواهد شد. چرا یه ایرانی برای زدن واکسن پاشه از اینجا بره یک کشور دیگر، پول بلیط هواپیما، هتل، گرفتاری، یک ماه بمونه برای اینکه واکسن تزریق ورداریم بیاریم اینجا؟ چه مشکلی ما داریم؟ اصلا مشکلی با نداریم. این رو ما مصوب کردیم، ابلاغ کردیم، وزارت بهداشت درمان داره دنبال میکنه. همسایه غربی ایران ترکیه با جمعیتی بالای 84 میلیون نفر، این کشور که با موج تازه همگیری کرونا دست و پنجه نرم میکند، موفق شده نزدیک به 15 میلیون نفر از جمعیت خود را واکسینه کند. امارات هم با نزدیک به 10 میلیون جمعیت 80% جمعیتش واکسن دریافت کردند، چیزی بیش از 8 میلیون نفر. اما در ایران وضعیت کاملا متفاوت است. تا به امروز 700 هزار دوز واکسن کرونا وارد ایران شده، ولی تنها 161 هزار دوز به شهروندان تزریق شده. مشخص نیست این تصمیم دولت آیا مشکل خرید واکسن را حل می کند یا خیر. تصمیمی که ممکن است دست بسیاری را به بازار سیاه واکسن کرونا باز کند. کاوه مشکات، بی بی سی. علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم و فعال حقوق بشر از میلند با ماست. آقای موسوی، شما تلاش‌های چندین ماه پیش داشتید با چند گروه حقوق بشری دیگه برای اینکه بتونید دسترسی ایران رو راحت‌تر بکنید به واکسن. تلاشاتون به کجا رسید؟ چه چالش‌هایی رو باهاش مواجه شدید؟ آقای خونی، ما متاسفانه صدای شما رو نمیشنویم. فکر میکنم که شما سوال من رو شنیدید. اگر میتونید لطفا دوباره تکرار کنید، مطمئن نیستم که آیا صدا درست شده یا نه. گرامی، انشالله امسال مشکلات کمتر بشه، به خصوص در حوزه کرونا. اگر خاطرتون باشه چند ماه قبل در دوری بود که آقای ترامپ در واقع روزهای پایانی دورشون بود، دوری ترانزیشن بود، انتقال قدرت، ولی ایشون در واقع سرکار بودن قبل از انتقالش به آقای بایدن. در اون مقطع رئیس بانک مرکزی رسما اعلام می‌کردن که ما مشکل داریم برای انتقال پول به مجموعه کوواکس مال سازمان بهداشت جهانی که بتونیم از اونها
واکسن خرید بکنیم. و دوم این که دسترسی ما در خارج کشور به منابع فریز شده ای که هست به خاطر تحریم ها، ما نمیتونیم از اونها هم استفاده کنیم به خاطر که انتقال اونها و استفاده از اونها راحت تره برای انتقالش به سوئیس. اون فعالیت در اون راستا بود که تعدادی از این سازمان ها در واقع نامه ای رو نوشتن، متن رو منتشر کردن، حدود 30 مجموعه بودن به محوریت گروه میان که نمایندشون دبیرشون در واقع یک بار در همین برنامه شرکت داشتن و توضیح دادن و در واقع یک جورایی کمپینی بود، یک نوع اجماعی بود در بین خیلی از این فعالین. به جایی رسید، نتیجه ای داد؟ نتیجهش هم در واقع این بود که اون مشکل خوشبختانه در واقع حل شد، هم با پیگیری های خود داخلی از طرف بانک مرکزی و هم با توجه به پیگیری هایی که اینجا صورت گرفت، دولت امریکا هیچ مانعی در واقع ایجاد نکرد و این مسئله حل شد. ایران تونست پولی رو در واقع فریز کنه، بخش سکیور کنه، تامین کنه از منابعی که در خارج کشور داشت، چه از کره جنوبی چه از طریق به اصطلاح عراق گفتن اینا رو اوکی کردن و از طریق سوئیس همین کار رو گفتن با کوواکس تایید کرد که این قرار داد. مشخصا ایران جدا از اینکه حالا مشکلات الان تهیه واکسن هم وجود داره به هر حال برای تمام کشورها، ولی در ایران این مشکل سنگین‌تر هم هست. کار به جای رسید که آقای روحانی خودش صحبتاش رو شنیدید، عملا قرار هست که ارز نیمایی اختصاص بدن، بخش خصوصی بیاد حالا تامین بکنه، بعد از اینکه خود دولت نتونسته این کارو بکنه، در حالی که بقیه کشورها عملا دولت معمولا این کار رو در دست میگیره. بله، حالا عرض خواهم کرد اون مقطع اون مشکل حل شد. یه مبلغ مشخصی بود بالای 200 میلیون دلار که خود بانک مرکزی باز بعداً رسماً علنی و عمومی اعلام کرد که این مشکل حل شده و اتفاقاً اشاره هم کردن آقای همتی که به فعالیت‌های رسانه‌ای و نمی‌دونم فعالیت‌های دیگرانی که تو این حوزه داشتن و کمک کرد این داستان. در حال این موضوع حل شد با کوواکس، قرارداد بستن، کوواکس هم تایید کرد و بیش از 4 میلیون دوز که مربوط به این بخش از این پرداخت بود موضوع بود در واقع گفتن حل شده و خب این موضوع در جریان موند. بحث بعدی که گفتودن خود نوع واکسن یه چالشی در واقع ایجاد کرد که آقای خامنه یک صحبتی داشتن از انگلیس و امریکا، نهایتاً با پیگیری هایی که صورت گرفت در افکار عمومی و سازمان نظام پزشکی و مردم در داخل کشور و دولت متوجه شدن که در واقع یک اصلاحیه نیاز هست و گفتن که از کشورهایی که کارخونهشون از انگلیس نباشه ولی و آمریکا، اما همون واکسن ها ظاهرا مانعی نیست، در درجه اول آسترازنکا رو گفتن حل شد و سازمان دارو غذا رسما مجوز داد و با کوواکس گفتن تو اون لاین و این مسیر در واقع افتاده. به زودی امروز من متوجه شدم که در واقع صاحبایی که از طرف سازمان نظام پزشکی بود گفتن که به زودی قراره واکسنی که از طرف کوواکس مثلا تامین شده بیاد با وارد ایران بشه. اما در بخش دوم یعنی واکسن دیگه که مربوط به فایزر بود و بعداً هم جانسون اند جانسون که اضافه شد از امریکا، اون هنوز حل نشده، چون اون قبلی آسترازنکا رو از منابع آسیایی، کارخونجات آسیایی این شرکت گفتن تامین میکنن و گفتن مشکل نیست. در رابطه با فایزر هم صحبت بود که در واقع نه از خود امریکا، کارخونجات مال امریکا، از اونایی که در اروپا هست به خصوص در بلژیک و امثال هم در واقع تامین بتونه بشه صورت بگیره، که فایزر تا حدی که بنده اطلاع دارم مشخصا گفتن که اگر دولت ایران مجوز استرایی رو بده و خودش بیاد حاضر بشه صحبت بکنه و مذاکره کنه برای خریدش یا نمایندشون، این کار رو حاضرن که وارد مذاکره بشن و قراردادش رو ببندن. الان دولت ایران خودش داره میسپره کار رو به دست بخش خصوصی. بله، خدمت شما عرض کنم که از اونجا به بعد دیگه دولت ایران متاسفانه ناهماهنگی بینشون بود، بین به نظر میاد وزارت خارجه و بخش دیگه مربوط به ستاد کرونا و معاونت اقتصادی به اصطلاح ریاست جمهوری و خود وزارت بهداشت، هر کدوم حرفای مختلف می‌زدن. متاسفانه نمایندگان دولت جمهوری اسلامی در خارج کشور انگار این اجازه رو نداشتن که در رابطه با مسئله واکسن فایزر با نماینده شرکت فایزر در واقع صحبت بکنن رسما، تعدی که بنده اطلاع دارم و این مشکل از طرف چیزای پالیسی داخل ایرانه و این مشکل برمیگرده به سوء مدیریت بین هماهنگی در اجزای مختلف. اما به همین خاطر چون کندی زیادی در ایران وجود داشت، همه میدونیم که ایران بسیار بسیار متاسفانه عقب هست. امروز به روایتی که سازمان نظام پزشکی در مصاحبهشون میگفتن هنوز کادر پزشکی کاملشون هنوز نتونستن
به اتمام برسونن. بخش زیادشون انجام شده ولی دوز اولشون تا آخر این ماه میگفتن که ممکنه انجام بشه و خب خیلی موارد زیادی از میلیون ها میلیون جمعیت منتظر هستن. بنابراین خیلی کنده دولت این تصمیم رو گرفت که بخش خصوصی رو وارد این مجموعه هم بکنه که بتونه این کار رو انجام بده. یک فوایدی داره این کار به این خاطر که اون بخش خصوصی مدار چابکتر و راحت‌تر میتونه این جور مسائل پیگیری کنه، همچنان که در طی این سالهای گذشته در صورت دارو هم جست گریخته یک سری کارهایی کرده و بخشی از واردات دارو بخش مهم میشد از همین طریق بخش خصوصی بود، اینجا هم شاید بتونه موفق بشه. اما چالشی داره و مشکلی داره این تصمیم که اگه دولت بخواد این رو رها کنه برعکس خیلی از کشورهای، شاید تقریبا بتونم بگم تمام کشورهای دیگه که دولت در رأس و مرکز انجام این پروژه است و تصمیم و باید مسئولیت داره، رها کنه فکر کنه که بخش خصوصی این کارو به اتمام خواهد رسوند بدون دخالت ورود خود دولت. دولت در بخش حداقل بین المللیش، چون بحث واردات اینجا مطرح میکنیم، صحبت از این نیست که فعلا اون تولیدات داخلی به کجا میخواد بیانجامه و اون حالا زمان خواهد بود که معلوم بشه اون واکسن‌های داخلی. خارجی یک سیستم بسیار کارآمدتر بین المللی میخواد که بیاد اینا رو مذاکره کنه در خارج کشور به نتیجه برسونه. این چالش بزرگی هست که سر راه این تصمیم وجود داره. اقلن دولت باید بیاد این اجازه رو بده برای مذاکره با صاحبان واکسن در خارج کشور، سفرا اختیار داشته باشن. اونچنان که حداقل بنده میدونم در ارتباط با جانسن و جانسن و فایزر این اختیار رو هنوز پیدا نکردن. ممنونم از شما آقای موسوی. وقت بیشتری نداریم. علی اکبر موسوی خوینی، نماینده مجلس ششم و فعال حقوق بشر. از جنرال موتورز و تویوتا تا فولکس واگن و مرسدس بنز، چند ماهیه که بعضی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی دنیا مجبور شدن میزان تولیدشون رو پایین بیارن یا حتی متوقف کنن. در تازه‌ترین مورد هیوندای کره جنوبی اعلام کرده یکی از کارخانه‌هاش رو یک هفته تعطیل می‌کنه. دلیلش افت میزان تولید میکروچیپ یا ریزتراشه‌های الکترونیکی که به یک کمبود جهانی تبدیل شده و نه فقط صنعت خودروسازی بلکه صنایع دیگر رو هم به دردسر انداخته. بهرنگ تاجدین گزارش میده. مغزهایی که روی صفحه هایی از سیلیکون حکاکی میشوند، میکروچیپ ها یا ریز تراشه ها زمانی بیشتر یادآور سی پی یو کامپیوتر یا پردازنده گوشی های موبایل بودند، ولی این روزها همه جا هستند. اینها مغز همه محصولات دوروبرمون هستند. بدون تراشه ها گوشی و کامپیوتر و تلویزیون و بقیه وسایل هوشمند رو نداشتیم. و نه فقط محصولات هوشمند، از یخچال مایکروویو گرفته تا تقریبا هر وسیله برقی دیگری حالا حداقل یک میکروچیپ دارد. ولی مجموعه ای از حوادث در چند ماه گذشته تولید جهانی ریزتراشه ها را مختل کرده. از خشکسالی در تایوان که به این صنعت به شدت محتاج آب ضربه زد تا آتش سوزی در کارخانه رنساس در ژاپن و نیز موج سرما و قطع برق در ایالت تگزاس آمریکا. مسائل زیست محیطی مثل طوفان باعث شد بعضی از کارخونه ها در تگزاس تعطیل بشن. آدم ها نمیتونستن خودشون رو برسونن به کارخونه. برق و آب قطع شده بود. اینها در فرایند تولید تأخیر ایجاد میکنه. جنگ تجاری آمریکا و چین هم به مشکل دامن زده. تحریم هایی که آمریکا علیه شرکت هواوی وضع کرد باعث شد این قول چینی قبل از موعد اجرای تحریم ها حجم عظیمی از تراشه سفارش بدهد و بخش قابل توجهی از ظرفیت جهانی را اشغال کند. این روزها هر ماشین جدید بنزینی یا دیزل معمولا بین 50 تا 200 تا ریز تراشه داره. خودروهای برقی و هیبریدی هم ممکنه هر کدوم چند هزار میکروچیپ داشته باشن. همینه که وقتی ریز تراشه ها نایاب میشن، یکی از صنایعی که ضربه میخوره خودروسازیه. در چند ماه گذشته اکثر خودروسازان بزرگ دنیا به دلیل ناتوانی در تامین ریز تراشه های مورد نیاز در مقاطعی مجبور به کاهش یا حتی توقف تولیدشان شدند. کار بعضی از کارخونه هامون از 3 شیفت شده 2 شیفت. تولید متوقف نمیشه ولی البته ممکنه پایین بیاد. در زمانی که خودروسازان بیش از قدرت موتور درباره قابلیت‌های سیستم‌های الکترونیکی محصولاتشان تبلیغ می‌کنند، شرکتی مثل مرسدس بنز هم مجبور می‌شود در نشست سالانه سهامدارانش به نایابی میکروچیپ اشاره کند. در بخش تولید خودرو و ون مرسدس بنز در دوره‌هایی با کمبود تراشه مواجه بودیم.
همه‌گیری جهانی کرونا و محدودیت‌های رفت آمد در یک سال گذشته باعث شد تقاضا برای محصولاتی مثل کنسول‌های بازی بالا برود. با تغییر مشتری اصلی تراشه‌سازها، سر خودروسازان بیکلاه مانده. به خاطر کووید 19 صنایع خودروسازی سفارش‌هاشون رو کم کردن. فکر می‌کردن مردم ماشین نمی‌خوان چون یک سال جایی نمیتونن برن. بعد از اون کاهش سفارش، حالا که به سطح معمول تولید برگشتن، به صنعتی تبدیل شدن که از کمبود تراشه بیشترین ضربه رو خورده. چون وقتی سفارش‌هاشون رو کم کردن، در اولویت پایین‌تری برای تراشه‌سازها قرار گرفتند. البته فقط خودروسازی نیست که آسیب دیده. اگه بعضی از فروشگاه‌های آنلاین رو نگاه کنید، می‌بینید بعضی کالاها چند هفته تأخیر دارن. اگه یه کامپیوتر جدید سفارش بدین که قبلا 3 روزه میومد، الان ممکنه چند هفته یا چند ماه دیگه بیاد. 80% ریزتراشه‌های دنیا در کره جنوبی و تایوان تولید می‌شود. صنعتی که به بخشی حیاتی از زنجیره تأمین بسیاری از صنایع در سراسر جهان تبدیل شده. آنچه همه‌گیری جهانی کرونا نشان داده این است که این زنجیره‌ها آنقدر هم در مقابل بحران‌ها مقاوم نیستند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. در قسمت دیگه ای از مجموعه گزارش‌های مرور تحولات مهم یک قرن موسیقی ایران به دهه 20 و 30 خورشیدی برگردیم، زمانی که رادیو تهران شروع به کار کرد و دیری نگذشت که به ابتکار داوود پیرنیا برنامه گل‌ها شکل گرفت. بسیاری این برنامه را تحولی در موسیقی ایران می‌دونند. فرج بالافکن در پنجمین قسمت گزارش خودش به این رویداد و پیامدهای هنری بعد از اون پرداخت. احساسات میهن‌پرستانه ایرانیان به هنگام حضور نیروهای متفقین در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به جوش آمده بود. روزی حسین گلگلاب از بدرفتاری سربازان خارجی به روح الله خالقی شکوه می کند و فعل بداه شعری می سراید که خالقی آهنگش را می نویسد و غلام حسین بنان که آنجا بوده می خواندش. این همان مثلث طلایی است که بعدها زیر چتر داوود پیرنیا برنامه گل‌ها را شکل می‌دهند، برنامه که تحقیقاً مهمترین رویداد فرهنگی تاریخ موسیقی ایران است. قدیمی‌ترین شاهدش هم عبدالوهاب شهیدی است. یه برنامه شد شب منزل آقای احمد مهران، این کلکسیونر بود، با پیرنیا هم خیلی رفیق بود، دور هم جمع بودیم، یه آقای هم بود تار میزد، شروع که زدن خوندیم پخ ضبط کرد، خوبم ضبط کرد. فردا بلند میشه این نواری که ضبط کرده میبره پلو پیرنیا، میگه اینو گوش کن، گوش میکنی، میگه کیه؟ میگه فلانی، چقدر به من میده که بیارمش؟ شوخ بود، باید شوخی میکردن، دعوت کرد. گلها در مدت 11 سال تا کنارگیری بنیانگذارش 1648 برنامه شعر و موسیقی تولید کرد، همراه با تشکیل ارکسترهای مختلف و ستارگانی که هیچگاه از درخشش آنها در آسمان موسیقی ایران کاسته نخواهد شد. مضافه بر آن که سبک و سیاق استادانی چون روح الله خالقی درسی بود برای استادان آینده. یک روز یک قطعه‌ای رو کار میکرد، یه تحریری بود در این زمینه، ارکستر خوب کارش رو انجام نمیداد. بعد یکی از بچه‌ها پرسید که
آیا اینو همین جوری که نوشتید باید بزنیم؟ این همین جوری که داشت کار میکرد، این مداد دستش بود، با مداد ارکستر رو رهبری میکرد، گفت اگه یه جور دیگه میشه نوشت، شما بنویسید همون جوری بزنیم. ببینید، من یه درسی از این آدم گرفتم که به جای اینکه پرخاش بکنه به این نوازنده، اینجور ادبش کرد و او هم معذرت خواهی کرد و دیدم خوب چقدر رفتارش متفاوته. مهران روحانی یکی از آهنگسازان جهانی است که متأثر از تم‌های ایرانی برنامه گل‌ها آثاری را خلق کرده. مثلا در اثر نوستالژیا که برای ارکستر ذهی نوشته شده و سه تا ترانه ایرانی، یعنی الهای ناز اثر آقای علی اکبر محسنی و همینطور سنگ خارا اثر استاد تجویدی و همینطور بهار دلنشین اثر استاد خالقی. من متوجه نکات خیلی جذابی شدم و اون اینه که آهنگسازهای ما چون زیاد با پولیفونی کار نداشتن، یعنی چند بخشی و چند صدایی، تمام ایده ها و تفکرات و ذهنیت ملودیک خودشون رو در یک خط پشت سر هم می‌نوشتن. اگر فرض کنید که این خط از سه بخش مختلف تشکیل شده و ما بیاییم و این سه بخش رو جدا کنیم و هر بخش رو زیر اون یکی بخش قرار بدیم، یعنی سه بخش زیر همدیگه داشته باشیم با سه تا ساز مختلف که هر کدوم دارن یک تیکه از اون ملودی اصلی رو می‌زنن، این آهنگسازا گویا پولیفونیک فکر می‌کردن. موسیقی ما جنبه پولیفونیک پیدا میکنه. تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سر فرج بارفکن، بی بی سی. چون نسیم بهار شیانم کن گذر تا که گل بارم شبه کلبه ویرانه من. قسمت بعدی گزارش فرج رو در برنامه 60 دقیقه شنبه ببینید. ممنون که همراه ما بودید.